کار احداث شاهراه ابریشم تکمیل و به نقطه صفری مرز میان جمهوری خلق چین و افغانستان وصل شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که کارفاز اول راه ابریشم از ولسوالی اشکاشم به طول 60 متر در عرض 11 متر توسط انجینری وزارت دفاع آغاز گردیده بود. الاخندود مرکز ولسوالی واخان پیش رفته است و بخش‌های از آن آماده غیرریزی است. کار احداث این جاده سال قبل از فضای گنبد آغاز و از مسیر تاریخی دره وغجیر در نقطه صفری چین و افغانستان به طول 50 کیلومتر و عرض 7 متری تکمیل و برای ترافیک باز شد. اما تعدادی از پل و پلچک و گره در کار سرک هنوز تکمیل نشده است و کار در بالای آن به شدت جریان دارد. مسئولان محلی بدخشان از گردشگران و سیاحین که به آن نقطه صفری که دارای ارتفاع 4840 متر از سطح بحر است سفر میکنند و میخواهند که با موتورهای شانسی بلند سفر نموده و نزاکتهای مرزداری را مراعات نکنند. آگاهان اقتصادی دهلیز واخان را که دارای قدمت تاریخی و فرهنگی است شاهراه اقتصادی برای افغانستان و منطقه عنوان می کنند و می گویند که با تکمیل کار آن و بازگشایی بندر چین سهولت‌های فراوان در بعد اقتصادی به مردم افغانستان رونما و آسیای شرقی و آسیای جنوبی وصل خواهد شد. با وصل شدن کشور افغانستان با کشور چین، چین را با کشورهای عربی، ایران و آسیای میانه نیز وصل می کند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که امارت اسلامی و چین علاقمندند تا به زودی از طریق دهلیز واخان یا راه ابریشم را وصل کنند. دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها میان دو کشور گردد. یکی از راه‌های تقویه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و جمهوری مردم چین که باعث کاهش هزینه‌ها و تسریع روند انتقال کالاها گردد جستجوی راه‌های جدید و تجارتی و ترانزیتی می باشد. چین در شرق افغانستان قرار دارد و با افغانستان تقریباً 65 کیلومتر هم سرحد است. امارت اسلامی افغانستان آمادگی‌های خود را برای گشایش این دهلیز اعلان داشته و از مقامات محترم جمهوری مردم چین می خواهد تا روند گشایش این مسیر را تسریع بخشند. افغانستان با داشتن منابع سرشار طبیعی و معادن غنی و کشور چین با داشتن تجارب وسیع در استخراج معادن، بازار وسیع برای استفاده از مواد خام و رشد سریع اقتصادی می توانند شرکای بزرگ تجاری به شمار بروند. سخنگوی این وزارت می گوید که وصل افغانستان از طریق راه ابریشم در افزایش داد و ستت افغانستان با کشورهای منطقه و افزایش درآمدهای کشور نقش مهمی دارد. و از سوی دیگر چین را با کشورهای عربی، ایران و آسیای میانه نیز وصل می کند. جای افتخار است، جای خوشحالی است. خداوند ما و شما همه هر وقت همینطور اطمینان و خوشحالی یک جای کنند. پروژه های بزرگ بزرگ که حالی شروع شد الحمدلله، مثل که در معدن است، مثل حوزه نفت امو است که حالی با هزارها تن مواد نفتی بیرون میشه و از او استفاده میشه. سر سالم کار اساسی شد. همینطور در کانال کشتی پا امیدوار هستیم که با میلیون ها مردم از او استفاده بکنه. این پروژه های اساسی و بنیادی است که ما و شما را با پای خود استاد میکنه. طول میان فایزاباد الا سرحد چین که ولایت تاش قرغان چین است تقریبا 465 کیلومتر است و از بلندی های افغانستان تا به ارتفاع 5000 متری از سطح بحر عبور می کند. یکی از آرمان های دیرینه ما وصل شدن کشور از طریق دهلیز واخان به چین می باشد. تقریبا کارها رو به تکمیل است. هر دو طرف چین و هم افغانستان تمایل دارند تا بتوانیم از طریق دهلیز وصل شویم. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری راه ابریشم نزدیکترین و کم هزینه ترین راه برای داتا ستد افغانستان با کشورهای منطقه است. افغانستان با چین نزدیکترین راه است و با بحیره سیاه با تمام کشورهایی که در خلیج و عرب زندگی می کنند با ایران و افغانستان نزدیکترین راه است. حضور مقامات محترم جمهوری مردم چین، فعالین سکتور خصوصی و حضار گرامی، السلام علی من اتبع الهدی. جا دارد که از همکاری های مقامات محترم جمهوری مردم چین مبنی بر رفع معافیت گمرکی بر 98% از کالاهای صادراتی افغانستان که بیش از 4000 قلم میگردد اظهار سپاس و تشکری نمایم. بدون شک این اقدام میتواند باعث افزایش سطح تجارت میان دو کشور گردد. رهبری امارت اسلامی تلاش دارد تا اعتماد متقابل را میان کشورهای همسایه، منطقه و جهان فراهم نماید. یکی از گزینه هایی که میتواند اعتماد متقابل را به میان آورد تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها می باشد. حضار گرامی، یکی از راه های تقویه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و جمهوری مردم چین که باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند انتقال کالاها گردد جستجوی راههای جدید و تجارتی و ترانزیتی می باشد. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند وصل شدن اقتصاد افغانستان از طریق دهلیز واخان در چین می تواند از طریق معاملات بازرگانی میان دو کشور و اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد. واخان یکی از ولسوالی های مهم افغانستان است که آسیای جنوبی را با آسیای میانه پیوند می دهد. این پروژه توسعی اهمیت بیشماری را ارائه می دهد. کار ساخت سرک افغانستان را به چین وصل می کند که بیش از 6 ماه آغاز شده که تقریبا کار این پروژه به اتمام رسیده است. این سرک حدود 50 کیلومتر طول دارد. از پامیر و بدخشان آغاز شده تا ولسوالی واخان در نزدیکی سرحد چین ختم می شود. سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید با ساختن این سرک گردشگران داخلی و خارجی از ولسوالی های زیبای واخان دیدن کرده درآمد ملی افزایش خواهد یافت. دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها میان دو کشور گردد. امارت اسلامی افغانستان آمادگی های خود را برای گشایش این دهلیز اعلان داشته و از مقامات محترم جمهوری مردم چین می خواهد تا روند گشایش این مسیر را تسریع بخشند. افغانستان با داشتن منابع سرشار طبیعی و معادن غنی و کشور چین با داشتن تجارب وسیع در استخراج معادن، بازار وسیع برای استفاده از مواد خام و رشد سریع اقتصادی می توانند شرکای بزرگ تجاری به شمار بروند. امارت اسلامی از سرمایه گذاران کشور چین دعوت می کند تا با سرمایه گذاری در افغانستان سطح و حجم تجارت میان دو کشور را افزایش دهند. بدون شک گسترش روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و چین نیازمند تقویت زیرساختها در افغانستان می باشد. افغانستان در این عرصه به همکاری جدی نیاز دارد. از رهبری جمهوری مردم چین می خواهیم همان گونه که پروژه های سیپک و یک کمربند و یک راه را آغاز و اجرایی می کنند در ایجاد دهلیز واخان میان چین و افغانستان نیز پیش قدم شده و در این زمینه افغانستان را یاری برسانند. این امر نه تنها باعث دسترسی آسان چین و منابع طبیعی افغانستان و رشد اقتصاد این کشور می‌گردد، بلکه باعث تقویت ثبات و تامین امنیت در منطقه نیز می شود. حضار گرامی، افغانستان متحد به یک منطقه با ثبات و امن است. امارت اسلامی افغانستان به هیچ متجاوز اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و منطقه به صورت روانی و فیزیکی استفاده جویی نماید. رهبری امارت اسلامی به این طرز دید از پالیسی های باز در همکاری های اقتصادی و تجارتی با کشورها، مخصوصاً با جمهوری مردم چین کار می گیرد و در اخیر یک بار دیگر ضمن استقبال از برگزاری چنین نمایشگاه ها اظهار می دارم که افغانستان امروز و جمهوری مردم چین بیشتر از هر زمان با هم نزدیک شده اند. لذا برای تقویت و استمرار روابط من از سرمایه گذاران آن کشور می خواهم تا به افغانستان بیشتر سفر کنند، فرصتها و امکانات موجوده در افغانستان را بیشتر از پیش شناسایی نمایند و به شما اطمینان می دهم که افغانستان امروز باثبات‌تر و بلندتر از هر زمان باقی خواهد ماند و انشالله روابطمان هم مستحکمتر و خوبتر خواهد شد. و من الله. از سوی دیگر یک مسیر ترانزیت با چین باز می شود که انتقالات محصولات افغانستان را با بازارهای چین آسان خواهد ساخت. به گفته وزارت فواید عامه این سرک به هزینه 369 میلیون افغانی ساخته می شود و مصارف آن از بودجه ملی افغانستان پرداخته می شود. برای گلم گزارش ما هم ادامه دارن. هموطنان عزیز که ما اینجا شما مشاهده میکنین که چی با شور و اشتیاق کار میکنن، میریم سر هم با هموطنان عزیز ما میزنیم لحظه همراهشون، اگر موافق بودن صحبت های هم میداشته باشیم. سلام و وقتت بخیر برادر عزیز، خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین. شما خوب هستین ان شاء الله؟ طرف کامرا سعی کنین که این بیننده عزیزم تصویر خودت داشته باشن. خودم معرفی بکو. من صفی الله هستم، باشنده ولایت کابل. خیلی خوشحال شدیم صفی الله قن از آشنایی با خودت. چطور میگذره کارو بار؟ خدا را شکر است، خیلی خوب میگذره. مدت یک دو ماه است که اینجا مصروف کاروبار هستیم. قبل از این نبودم در کشور، خارج از کشور بودم. ایران بودیم. یاد مدت 3 ماه میشه که آمدیم، خود 2 ماهش مصروف این پروژه کار میکنیم. پروژه است. چی باعث شد که از ایران برگردی؟ خب یک روز شبم دق آوردی یا بازور و اجبار خودت کشیده؟ نه، خودم آمدم. چطور بود؟ با مهاجرین آزار اذیت نمیکردن؟ چرا خوب صحیح آزار اذیت، یعنی مهاجرین، یعنی مهاجرین هم اونجا از هر مو، از پاکستان بود، از ترکیه بود، از خارج بود. این وطن دارای خود ما بدترین رویه را با افغانیا میکردن. میگن افغانای بیچاره نمی هر جای خوارزار است. دمی هر جای همین رقم که با چشمای خودم دیدم، یعنی آزاد گشته نمیتونی دیگه، مثل بندی وارسی. چطور میگذره اینجا کارا؟ چقدر خوش هستی که در وطن خود کار میکنی؟ ما خو الحمدلله شکر است که در وطن خود ما کار میکنیم. 1000% خوش هستم، چون که اگر منطقه ممنیز برای ملت خود افغانستان است، برای مردم شهرنشیناست. یعنی خدمت که با وطن میکنیم اینمی خودش خوشحالی است، خودش کل چیز است. چی قینی هموطنای عزیز ما، کسایی که در این منطقه زندگی میکنن شما را حمایت کردن، تشویق کردن که این کارا را پر سرعت ادامه بدین؟ والا از این مسئله خوب بگم که تشویق خو نکردن، ولی رویه خوبم با منه، ولی با می انجینرها و با می سرکارگرای مم خوب نیست. سرکارگرها چقدر خودت تشویق میکنن؟ ما را خود زیاد تشویق میکنن، از رئیسای ما، سرکارگرای ما، انجینرای ما، یعنی رویهشون با ما خیلی نیک هستن، خیلی خوب هستن دیگه. فقط اگه این منطقه شهرکوجی نبی اگه صدای ما را میشنون که تو چند مدت که تمزی ترکی جور کردیم، گلدان جور کردیم، جدول ها را شوندیم، یک ذره گزاره کنن متر اثر جدول طرف نکنن. اثر جدول مترات میکنن؟ زیاد دیدیم، میگم ما خودمون مصروف کاروبار هستیم. اینجا یک دورخورد داریم جور کردیم. بریدگیست اونجا جور کردیم، ولی از اونجا یک نه، فقط من جایی که برشون نزدیک میاد دیگه فهمیدم. اثر جدول مترات میکنن. جدول مترات میکنن دیگه. گفتیم برای مزدوس که یک چند مدت کوشش کنن که ایره خود برای منطقه خودشان از برای ملت خودشان از اینمی دیگه که خراب نشوه، بخاطر که این نشوه که 4 روز کار بده، 4 روز بعد خود کلش لق میشه دیگه، پس خراب میشه دیگه. معلومات کی است که والله پروژه صحیح کار نکرده، در صورتی که معلومات خودم واسه معلومات خودم. سلامت باشی برادر، در کارت برکت، موفق باشی.